هفته هاست که جامعه ایران به یک درد بزرگ روانی دچار است. کشتار صدها مردم فقیر معترض در آبان ماه گذشته که هنوز نه مسئولیتی به گردن گرفته شده و نه آماری منتشر شده و متعاقب آن کشته شدن 176 مسافر هواپیمای مسافربری با دو موشک سپاه پاسداران، به گفته متخصصان سلامت و روان چنان سایه غمی بر جامعه ایرانی گسترده و چنان حس بیکس بودن و استیصالی بر روان جامعه مستولی کرده که جز فریاد و ناله و اعتراض صدایی شنیده نمی شود. اخیراً جمعی از متخصصان حوزه سلامت روان در ایران در بیانیه‌ای هشدار دادند که اعماق فاجعه در سطوح فردی و اجتماعی می‌تواند فراتر از تاب‌آوری و هضم‌پذیری مردمان دردمند ایران زمین گردد و این مسئله می‌تواند موجب بروز کنش‌های ویرانگر و پرخاشگرانه شود. آیا این فضای روانی صرفاً زایده اتفاقات اخیر است یا درد و غم انباشته شده سالیان است که اتفاقات اخیر آن را به سطح آورده؟ دکتر مسعود افتخاری مهمان من در این برنامه، فوق تخصص در روانپزشکی دارد و در زمره 12 روانپزشک برجسته در اروپا در زمینه داروشناسی است. از نظر او کی و چگونه یک جامعه دچار بحران روانی می شود؟ عواقب این بحران در سطوح فردی و اجتماعی چیست؟ و اگر حاکمان باعث آنند، آیا خودشان از این بحران مسئولند؟ دکتر مسعود افتخاری، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. سپاسگزارم. آقای افتخاری، بیانیه متخصصان سلامت و روان در ایران همطور که به احتمال زیاد دیدید بسیار هشدار دهنده است. آیا شما هم در این نگرانی آنها شریکید؟ اجازه بدید ابتدا یادی بکنم از قربانیان حادثه آبان، تظاهرات در اس آبان ما و حادثه اخیر سقوط هواپیمای اوکراینی که در اونجا بخش زیادی از هموطنان ما جان خودشون از دست دادن. اجازه بدید باز درود بفرستم به همه اونهایی که در 40 سال گذشته زندگی خود رو فدای آزادی ایران کردن. عرض کنم که جامعه روانپزشکی ایران زودتر از اینها میبرست اکسامن نشون بده. جامعه ما در بحران روحی روانی به سر میبره. این بحران عمیق‌ترین، ژرف‌ترین و پرهزینه‌ترین بحران است که جامعه ایران با اون مواجهه. شما فکر میکنین که به هر حال این وقایع اخیر بوده که این بحران روانی برای جامعه ایجاد کرده، یا اینکه این انباشت سالیان بوده و این اتفاقات اخیر در واقع اینو به سطح آورده؟ برای اینکه ریشه یابی بکنیم بحران موجود و به عنوان یک مسئله مرکزی، حتما باید به گذشته ها، به ریشه هاش برگردیم. من خیلی اجمالی به خاطر محدودیت برنامه اشاره میکنم. ما 8 سال جنگ رو پشت سر گذاشتیم، بعد از یکی که از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ ایران رو به سرانجام رسونده بودیم تا اونجایی که مربوط به تعویض حاکمیت سیاسی. خب خود انقلاب خستگی‌های خودش رو داشت. 8 سال جنگ تحمیلی به تمام بنیادهای تولیدی جامعه آسیب رسونده بود، مضاف بر هزینه بسیار بالای انسانی این جنگ بیهوده و بی‌حاصل، به خاطر اینکه عراق حاضر بود بعد یک سال صلح رو بپذیرفت، در از پذیرفته بود. بر ترتیب هنوز جنگ تموم نشده بود. با قطعنامه سازمان ملل در سال 67 ما کشتار زندانیان سیاسی رو داریم. قتل عام بیش از 6000 نفر در 2 هفته مصیبتی نبود که جامعه‌ای که از جنگ عبور کرده، 8 سال جنگ رو پشت سرش داره، بتونه این رو مدیریت بکنه. به هیچ دلیلی تعداد بسیار زیادی از جوانان مردم که محکوم به زندان شده بودن قتل عام میشن، اعدام میشن. بعد از اون ما شاهد این هستیم که جامعه ایران از بحرانی به بحرانی عبور میکنه و هرگز نه فرصت داره و نه مجال که این بحران ها رو مدیریت بکنه. اونچه که این بحران ها رو سخت میکنه برای جامعه ایران اینه که حاکمیت سیاسی در کنار مردم برای مدیریت بحران است، برای اینکه این حاکمیت خودش منشأ بحران است. شما توجه بکنید که بعضی بحران ها رو نمیشه به گردن حاکمیت ها انداخت. فرض کنید که زلزله، سیل، حوادث طبیعی رو شاید نشه حاکمیت سیاسی و مدیریت اجرایی جامعه کاریش بکنه، اما لااقل مدیریت سیاسی جامعه در کنار مردم هست.
در آخرین مسئله زلزله غرب ایران شما اگه توجه بکنید به خاطر کمبود آمبولانس بسیاری از مجروحین جونشون از دست دادن یا در یک استیصال بیمانن منتظر و کمک بودن، در حالی که 800 آمبولانس برای اربعین عراق اختصاص داده شده. این مسئله به یک بی‌اعتمادی عظیم در جامعه منجر شده. مردم حاکمیت رو در کنار خودشون در بحران ها نمی‌بینن. بی تردید مدیریت غلط سیاسی، مدیریت غلط اجرایی و اجتماعی در حوزه های مختلف در سطوح مختلف ریشه های اصلی این بحرانه. خود کارگزاران و مسئولین رژیم اخطار کردن. زهرا جواهریان اشاره میکنه که در قم که در اصل ویترین و نماد جمهوری اسلامی است، بالاترین درصد زنان معتاد رو داریم، بالاترین آمار طلاق در زنان رو داریم و بالاترین تعداد زنان کم سواد یا اساسا راه نیافته به مدرسه رو داریم. یعنی قم که مرکز ایدئولوژیک نظام هست میبایست که سمبول باشه، نمودار عقب ماندگی اجتماعی است. اینها ریشه های بحران ایران هستند و فراوان می شود در جامعه های اجتماعی بهش اشاره کرد. اما توجه داشته باشید که بحران روحی روانی در جامعه ایران ریشه در بی‌اعتمادی داره. اعتماد پایه هر گونه تحول اجتماعی است. اعتماد سکوی است که در انجام می شود بین شهروندان و مدیریت سیاسی یک دیالوگ منطقی و سوزانه برقرار کرد. این اعتماد امروز وجود نداره. بسیار خوب. حالا امروزا آقای افتخاری فضای مجازی اگه نگاه بکنیم پر از نمایش غم و خشم و اعتراض و دردمندی به خصوص جوان هاست. آره، شما از شعر گرفته تا موسیقی تا رپ تا حتی فریادهایی که من اعتراض دارم و غیره. آیا شما فکر میکنین این فریادها و این نمایش به اصطلاح خشم و دردمندی که بیشتر از طرف جوان ها نشون داده میشه نمونه، یعنی مش نمونه خروار نمونه وضعیت امروز جامعه ایرانه، یا اینکه این خاص جوان های ایرانه؟ عرض کنم که هر دوشه. در اعتراضات جوان ها دو تا مؤلفه عمل میکنه، یکی خواست مشخص شهروندی که جامعه جوان ایران نیاز داره امروزه به مدرنیته گذار کنه و مطابق استانداردهای قابل قبول جهانی زندگی بکنه. این خواستی است روشن و واضح. از اون سمت هم ما شاهد استیصال، خشم، نگرانی، ناامیدی و بی‌آیندگی جوانان هستیم که نه کار دارن، نه حقوقی دارن، نه امنیتی دارن، هم از طرف خانواده زیر فشار که باید سرانجام پیدا کنن و برای آیندهشون کاری بکنن، و هم این که محیط اجتماعی و بیرون از خانواده هیچ گونه فضایی و مجالی برای اشتغال، برای تحصیل روشمند، برای این که بتوانند یک زندگی قابل قبول داشته باشند در اختیارشون قرار میدن. جوانان ایران امروز لابلای لبه یک قیچی گیر کنن با دو تیغه تیز. نخست این که میبایست از سنت به مدرنیته عبور کنن، یعنی ایران جامعه بود در حال گذار، با انقلاب این گذار متوقف شده، و از سوی دیگر میبایست که مطابق استانداردهای امروز زندگی کنن، یعنی اینکه آزادی داشته باشن، و برای این کار میباید که از حاکمیت سیاسی عبور بکنن. این دو ماموریت رو همزمان نمیتونن انجام بدن. یعنی جوان ها میخوان مطابق استانداردهای امروز زندگی بکنن، پس باید به مدرنیته عبور کنن. این خودش یه پروژه خیلی عظیم زمانهای فراوانی احتیاج داره. باید که زیر ساخت ها پیش شرط هاش فراهم باشه، از جمله مدیریت سیاسی اجازه بده تا جامعه مدرن بشه و بازسازی بشه. از سوی دیگه میبایست که حاکمیت سیاسی رو که انسداد سیاسی ایجاد کرده، که مطلقاً راه اندیشه رو بسته و هر گونه نوآوری، هر گونه خلاقیت و هر گونه آزادی عمل رو از جوانان گرفته، این هم میبایست به پاسخ داده بشه. یعنی مرد جوانهای ایران که نسل فعال و عامل هستن میبایست هم انقلاب بکنن، یک تحول سیاسی ژرف انجام بدن، و هم میبایست که جامعه رو پیش ببرن. این رو شما در سینماگران میبینید، این رو در جامعه پزشکان میبینید، این رو در جامعه روشنفکری ایران میبینید که با این دوگانه روزانه اینها درگیر هستن. این یک استیصال ایجاد میکنه، یک استیصال بسیار سخت ایجاد میکنه. امروزه از دولت سر اینترنت جوان زاهدانی میدونه که در نیویورک هم دوستاش که باشون آنلاین داره صحبت میکنه، صبحونه چی دارن، تفریحاتشون چه باید بکنن، انتظار داره آنچنان زندگی بکنه، در حالی که تا میاد بیرون با گشت سارلا و انواع اقسام
مکانیزم های سرکوب و انسداد سیاسی مواجه است. خب حالا جوان های عوامل ایران حقیقتا امروز سنگ زیرین آسیاب شدن و لبه و بین این دو تا لبه قیچی که عرض کردم گیر کردن. بنابراین هم خشونت و استیصال هست در اعتراض جوان ها و هم خواست های مشخص شهروندی برای اینکه بتونن به یک زندگی قابل قبول دست بدن. خب حالا دکتر افتخاری، عواقب این استیصال و این خشم و این وضعیت روانی که بر جامعه مستولی شده، عواقبش فردی چطوره و عواقب اجتماعی اون چیه؟ ولی عرض کنم که ما در کار بالینی خودمون، در کار روانپزشکی، وقتی که یک استراتژی درمانی رو طراحی میکنیم به همین سه تا سطحی که خودتون اشاره کردین نگاه میکنیم. نگاه میکنیم که فرد خودش در کادر روحی روانیش چه ضعف ها و چه امکاناتی داره، در خانواده بهش نگاه میکنیم عنوان کانسپت و بسته، و در جامعه بهش نگاه میکنیم. قطعا نسل امروز ایران، نسل انقلاب ایران، نسل دوگانه، برای اینکه در خانواده یک سری آموزه ها میگه و در بیرون باید طور دیگری رفتار بکند، میباید سیستماتیک دروغ بگوید تا زنده بماند و برای بقای خودش ناگزیر است که دوگانه برخورد بکنه. در سطح خانواده درگیر هست، توقع پدر مادر هست، و بعد میاد توی جامعه درگیره. بنابراین در هر سه حوزه، در این سه تا سطح شما میباید که دنبال پیامدهای این فشار و بحران باشید و در این حال دنبال راه حل ها و درمان باشید. و این چیزی است که در خود سمینارها و کنگره‌های داخل کشور هم بهش اشاره شده که چگونه در این ستاست فیلمسر بی‌اعتمادی عمل میکنه. این بزرگترین مسئله جامعه ایرانه، بزرگترین آسیبی که جامعه ایران دیده، نه بحران اقتصادیشه که ظرفیت بالایی در هنوز جامعه برای اینکه جلو بره، نه حتی بحران بیکاریشه، بلکه بحرانی بی‌اعتمادی است. و این چیزی است که در نسل جوان به شدت داره عمل. بسیار خب، حالا ما برمیگردیم به موضوع راه چاره و اونجا چیزا هم صحبت میکنیم جناب افتخاری، ولی در بیانیه متخصصانی که بهش اشاره شد اومده که ممکنه مردم تاب این همه به هر حال بحران و وضعیت روانی نیارند، و من نقل قول میکنم، میگه و میتونه موجب بروز کنش های ویرانگر و پرخاشگرانه شود و گفت و شنید در فضای فرهنگی را بین حاکمان و مردمان ناممکن سازد. آفتی جامعه سیتی است که برخی رویکردهای تدافعی امنیتی و انتظامی به سر آن را سالیانی است فراهم آورده است و میتواند به عقبگردی فرهنگی بیانجامد و خشونتهایی نامتمدنانه را رقم زند. به عبارت دیگه من فکر میکنم منظورش اینه که میتونه شورش بشه و یا حتی انقلاب بشه در جامعه. این یکی از عواقب این جریان میتونه باشه. نظر شما هم همینه؟ بله، عرض کنم که اگر که توقع جوانان، اگر که بحران‌های جامعه در سطوح مختلف پاسخ مشخص و کارشناسانه بهش داده نشه، این خطر وجود داره که جامعه در یک بحران عمیق‌تر فرو بره که هزینه‌های بسیار سنگین‌تری داره. میدونید هر گونه رویکرد مسلحانه در داخل ایران، هر گونه خشونت فراگیر که بتونه با قیمت جون انسان‌ها تمام شه، هیچ وقت مطلوب نیست، هرگز خواستی هیچ کسی نیست. هر انسان آزادی خواهی دوست داره که ایران راه تمدن رو پیدا کنه و پیش بره، اما کمتر انسان وطن دوست ایرانی دلسوزی است که جنگ و خونریزی میخواد. از هر سمت که جوانی کشته بشه هزینه است روی دست خانواده، هزینه است برای جامعه. من امیدوارم که مدیریت سیاسی ایران سر عقل بیاد، یعنی آرزو میکنم که بشود راهی برای گفتگو بین حاکمیت مردم پیدا که این مردم دیگه هر اونچه بدبختی سو تحمل کردن، بیکاری، بیماری، بی حقوقی، بی آیندگی، این مردم به هیچ کی اعتماد ندارن. یک حاکمیت سیاسی اونجا هست که پاسخگو نیست. من نمیخوام بحث سیاسی بکنم به عنوان پزشک، اما درگیر هستیم ما روزانه. امروز مسئله سیاسی رو هر میز ایرانی است. ما هیچ گریزی از این نداریم که این حاکمیتی که پاسخگو هیچ گونه مشکلی نیست، این رو زیر ذره نذاریم. حالا آقای افتخاری ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، این اخیراً حجت الاسلام ناصر نقویان که دبیر سابق هیئت عالی گزینش ریاست جمهوری بوده حرفای زده که در تایید صحبت‌های شما در مورد به خصوص وضعیت جوانان، این به هر حال چون یک فردی از داخل خود
حاکمیت به هر حال به نوعی، و حرفش جالبه، میگه که مسئولان ما تا امروز حتی یک عذرخواهی بابت صانعه هوایی اوکراینی، هواپیمای اوکراینی از مردم نکردند. البته تسلیت گفتند، ولی تسلیت این چیزی است که دشمنان نیز به ما گفتند. ملت ما مستحق این همه آزار و عذاب نیست. ما هیچ چشم‌اندازی برای فردای فرزندانمان نداریم و در برابر پرسش اونها هیچ پاسخی نداشتیم. شاید با همین حرف‌های بالای منبر بتوانیم سر مردم را گرم کنیم. این حس بی‌آیندگی در بین جوانان که آقای نقویان ازش صحبت می‌کنه، این در حد به هر حال فردی برای جوانان ایرانی می‌تونه چه به بار بیاره؟ صحبت از آمارهای بالای خودکشی و دیپرشن یا افسردگی زیاد هست. بله، ببینید استیصال که خب نتیجه بیکاری است، بی آیندگی است، ناامیدی است، میتونه جوانهای ما رو به بیابان اعتیاد بکشه که کشونده، میتونه به تباهی عیاشی های روزمرگی های بی حاصل بکشونه که این کار انجام داده. بخش قابل قبولی از نخبگان جامعه، یعنی اندیشه اجتماعی، همین الان هجرت کرده. ما با بیش از هزاران کارشناس در خارج کشور مواجه هستیم که میتونن در کشور خودشون جامعه رو بسازن و پیش ببرن. بخش بسیاری از جوانها به کارهای رو آوردن که اساساً کار اونها نیست. یه فوق لیسانس اقتصاد کنار خیابون جوراب میفروشه مثلا. قطعاً افسردگی بدیهی ترین پیامد این وضعیته. خود رئیس انجمن روانپزشکی ایران از آمار حدود 15% خودش صحبت میکنه، معاون بهداشت مجلس از 30% افسردگی در تهران صحبت میکنه. من قطعا به شما میتونم بگم که بالای 75% جامعه امروز ایران از افسردگی رنج میبره. توجه داشته باشید که افسردگی یک پدیده بسیار واضح نیست، در مورد عمیقش ممکنه که اطرافیان متوجه بشن. بخش عظیمی از جامعه ایران افسرده است، حتی بیان که بدانن افسرده هستن. شما توجه بکنید که جامعه ایران از یک عزاداری به عزاداری دیگه دائما داره عبور میکنه. ما 14 معصوم شیعه داریم که هر ماه شهادت یک کدومشونه یا وفات یک کدومشونه. یعنی آنچه از رادیو تلویزیون ایران بلند میشه، آنچه که در خیابان دیده میشه، آنچه که در بیابان دیده میشه، در ایران عزاداری است، شهادت است و وفات است و کشتار جوان است. خب در یک همچین فضا اگر کسی افسرده نشه خیلی عجیب به نظر میاد. اما توجه داشته که دو عامل مرکزی در بروز افسردگی دیده میشه. یعنی وقتی به ما مراجعه میکنه مرز افسرده، به خاطر افسردگی در وهله اول نمیاد، به ما مراجعه میکنه چون نمیتونه بخوابه، به روانپزشکی مراجعه میکنه چون که اضطراب داره یا بیقراره. اضطراب و بیخوابی در ایران به شاید آمار 90% جامعه رو داشته باشه، به خاطر ناهنجاری های جامعه، به خاطر بیپاسخی مسئولین، به خاطر اینکه مردم ایران در حقیقت هیچ حقی ندارن. یعنی امروز جامعه ایران این جامعه است گروگان گرفته شده. من 10 سال پیش مقاله داشتم با عنوان اینکه یک ملت را نمیشود زنده به گور کرد. به نظر میاد که مردم ایران دارن زنده به گور میشن. و قطعا یه فشاری که بی‌نظیره. در اصل پیشرفته ترین تحولات بشری غیر قابل قبوله. این میبایست که جوانای ما را افسرده بکنه. میبایست که اونها رو به خودکشی بکشونه و الا به اعتیاد میکشونه. به بزهکاری میکشونه. به خشونت‌های خیابانی می‌کشونه. کما اینکه ما در ترافیک آمار 30,000 کشته در سال رو داریم، نشون دهنده اینه که خب بیخوابی داریم، استراب داریم، افسردگی داریم. ما بیماری‌های کلاسیک اسکیزوفرنی و بیماری دو قطبی رو هم در این جمعیت قطعا مثل سایر نقاط دیگه دنیا داریم. مسئله روحی روانی جامعه ایران یکی از پیچیده‌ترین مسائلی است که امروز جامعه باش مواجهه. بسیار خوب، اجازه بدید من یک نقد قول دیگه ای از این بیانیه متخصصان سلامت روان بکنم، یه خود طولانی اضافه میکنم، لازمه که من این نقد قول رو از این بیانیه بکنم. میگه ما از تصمیمیت به هر حال راه چاره رو به نوعی حالا صحبتمون هست، میگه ما از تصمیم گیران محوری کشورمان میخواهیم تا با اصلاح و بازسازی گفتمان و رابطه خود با مردمانی بنشینند که امروزه بسیار دردمند و روانخسته آسیب‌های روانی اجتماعی هستند که بر سر ایشان آوار شده است. گفتمان قیم آبانه را وانهند و صدای مردم را بشنوند، به دیگر بودگی آنان احترام نهند و دیدگاه‌هایشان در مورد سرنوشتشان را به رسمیت شناسند و مشارکت آنان در زندگانی اجتماعیشان را امکان پذیر سازند. احساس نادیده انگاشته شدن را از اندیشه جامعه بزدایند، با شنیدن و پذیرش کاستی‌ها و پوزش‌خواهی در گفتار و کردار
التیامی بر آلام جامعه عرضه دارند و بستر بالندگی و پویایی روان و فرهنگ را در جامعه امروز ایران فراهم آورند. شما در حوزه بحران‌ها و مدیریت سالها کار کردید دکتر افتخاری و ظاهراً قراره که ثمره کارتون هم به زودی در کتابی منتشر کنید. شما فکر می‌کنید برای کم کردن این بار سنگین روانی چه کار باید کرد؟ شما هم در واقع اعتقاد دارید همون حرفایی که متخصصان داخل ایران زدند همون حرفای شما یا اینکه چیز دیگه ای شما در نظر دارید؟ عرض کنم که بحران در یک جامعه متعارف مدنی در استاندارد دنیای آزاد با خودی خود سخت مدیریتشون. بحران عبارت از وضعیتی است که امکانات موجود برای مدیریتش کافی نیست. فرض بکنید وقتی که یک زهری سمی وارد بدن میشه برای اینکه فهمش آسان تر بشه در تعریف بحران، ببینید که دستگاه تنفسی کلاپس پیدا میکنه، یعنی در هم میریزه به خاطر اینکه واحدهای جذب اکسیژن قفل میشن در این رقابتشون با اون سمی که مثلا زهر مار یا سم زغال که بر تمام واحدهای انتقال اکسیژن میشینن. سیستم دفاعی بدن توان مدیریت این سم رو نداره. اگر که مریض با دستگاه های مجهز پزشکی کمک نشه، از بیرون باید بهش کمک بشه. این در حالتی است که ما از یک فرد کاملا سالم صحبت میکنیم. اگر یک فردی مشکل قلبی داشته باشه از قبل، دستگاه تنفسی با کار کرده پایین تر داشته باشه، به سرعت میتونه بمیره در سنی همچی بحران. این رو ببرید حالا توی جامعه. در جامعه برای یک مدیریت یک بحران میباید که همه عوامل دیگه سازگار باشه و فراهم باشه تا با بسیجشون بشود بحران رو مدیریت کرد. چه می شود زمانی که عوامل بیرونی هم علیه شهروندان هستند یا جمعیت موضوع بحران و در این حال منشأش آنچه که در ایران شاهدش هستیم، قطعا مدیریت بحران خیلی سخت میشه. اما برای مدیریت بحران به طور کلاسیک ما به زمان نیاز داریم، به تکنیک احتیاج داریم و برنامه‌ریزی و به صبر. یعنی می بایست که جامعه ایران روز وایس مکس کنه و ببینه که اصلا کجا هست، چون می دید به قدری ناهنجاری زیاده، به قدری سطح اضطراب بالاست، به قدری احساسات مردم درگیره، به قدری که بحران ها متواتر و پشت سر هم هستن که اساسا جامعه ایران مجالی برای اندیشیدن نداره. اون چه امروز جامعه احتیاج داره بازگشت به عقلانیت، به درک مسئله است. نه تنها امروز مردمی که درگیری هستن در داخل این بحران ها هیچ گونه تصویری از ابعاد بحران ها و پیامدهاشون ندارن، بلکه حتی جنبش آزادی خواهی ایران و جامعه روشنفکری هم دقیقا نمیده که امروز مسئله مرکزی ما چی هست، به خاطر تنوع بحران ها، عمق بحران ها و تعداد زیاد بحران ها. ما دائما از بحرانی به بحرانی میریم. من مایل هستم از این فرصت استفاده بکنم و یک پیام بدم به حاکمیت سیاسی ایران که در از توپ در زمینش هست در این به زنگاه تاریخی. تنها به عنوان یک شهروند این پیام رو میدم و اون اینه که شما نتونستید بعد از انقلاب آنچنان که وعده داده بودید زیر لوای اسلام یک بهشت بسازید. انتظار جامعه این بود که عدل الهی برقرار بشه، چنین نشد. اما هنوز هم فرصت دارید که از جهنم شدن ایران لااقل جلوگیری کنید. جامعه ایران اگر که بهشتش نکردید، لااقل نذارید که جهنم بشه. این جامعه ظرفیت این رو دیگه نداره که کشتار و هزینه های بیشتری تحمیل بشه بهش و تحمل بکنه. امیدوارم که این پیام برسه و امیدوارم که چنین بشه. دکتر افتخاری، آیا این بحرانی که الان جامعه بهش دوچاره و مردم بهش دوچارن شامل حال خود حاکمیت نمیشه؟ به هر حال اونا هم در همین جامعه زندگی میکنن و ممکنه خیلی رده بالایشون ارتباط روزانهشون با مردم و جامعه به اون شکل نباشه، ولی بالاخره بخش زیادیشون در همین جامعه زندگی میکنن، متوجه این بحران هستن. آیا رو بحران در خود اونها تاثیر نداره؟ قطعا بیش از جامعه حاکمیت درگیر بحران است. خب شما نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و مجموعه به هر حال حاکمیت رو با ابزارهای قدرتش در نظر بگیرید، به هر صورت اینا یا با مردم درگیر هستن یا خانواده هاشون نگران آیندهشون هستن. حاکمیت میبایست نگران باشه. قطعا یک بحرانی است که چون منشأش از بالا است به مقدار خیلی زیادی، خود حاکمیت هم درگیر است. به عبارت دیگه پاسخ درست به این بحران میتونه خب هم حاکمیت رو کمک بکنه که امیدی من بهش ندارم و هم به مردم کمک بکنه. قطعا حاکمیت در این بحران هم درگیره و هم ازش رنج میبره. خیلی متشکرم دکتر مسعود افتخاری از شرکتون در برنامه.
متشکرم از شما. سپاسگزارم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.